برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. اداره کل شهرداری کربلا طرح خدماتی خود را که به مناسبت ماه محرم الحرام و زیارت عاشورا تهیه کرده است اعلام کرد. حسین الشریفی شهردار شهر مقدس کربلا طی اظهاراتی گفت برنامه شهرداری شامل بسیج کلیه پرسنل و نیروها و تلاش‌های خدماتی و فنی در ایام ماه محرم است که از شب اول ماه محرم آغاز می‌شود و شهر مقدس کربلا مزین به پرچم‌های عزای حسینی می‌شود. همچنین به منظور ارائه خدمات به زائران حرمین شریفین این اداره تقریباً 10 تن کیسه زباله و تجهیزات و ابزار لازم را برای تسهیل کار پاک کننده ها به ویژه در دمای بالا فراهم کرده است. از شریفی در پایان گفت طرح خدمات رسانی پس از زیارت دهه محرم الحرام تا 13 آن مصادف با سالگرد تشییع پیکرهای پاک و مطهر ادامه خواهد داشت. همزمان با هشدار یک نهاد بین الملل درباره موجودیت خطر قحطی در افغانستان به دلیل سیلاب‌های اخیر تا ماه سپتامبر سال جاری، شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر می‌گویند که هنوز هم نیازمند کمک‌های اضطراری‌اند. یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی در گزارشی گفته است که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه ژانویه سال 2025 ادامه یابد. در این گزارش آمده است که جاری شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی همچنان دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو می‌کند. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که زنان نابینا در افغانستان از اجتماع منزوی شده و از نظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. این نهاد سازمان ملل روز یک شنبه 17 تیر با انتشار گزارشی گفته است که 60% نابینایان یا افراد کمبینا در افغانستان قابل درمانند تا بتوانند بینایی خود را به دست آورند. این نهاد به نقل از سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود نوشته است که از میان 43 میلیون جمعیت افغانستان 400 هزار تن نابیناند و 1.5 میلیون دیگر از اختلالات بینایی رنج میبرند.